در میهن قدیمی من خورشید صبح آزادی سر میزند، تاریخ بار دیگر در میزند. یک شهر در ترنم آواز سبز عشق بیدار میشود. هر سو نگاه میکنم آنجا تصویر یک دلی است که تکرار میشود. ایران سرفرازم امروز زیباترین سرای جهان است. کرد و بلوچ و تالش و ترک و عرب، لرهای سربلند در فصل کوچ، قشقایی ها رو سوی کوخهای بویر احمد با ساز عاشقی از آن سوی سپیده تبریز، آوازهای شرق خراسان را در کوچه های شهرم می خوانند. شیراز و اصفهان بر شانه های زخمی تهران گلبوسه می نشاند. امروز ایران جاودانم چون رودخانه ای بر بستر حماسه وحدت، تا رستن شکوفه آزادی بیدار و پرخروش روان است. ای سبز های عاشق، تا برکنید ریشه نکبت چیزی نمانده است. تاریخ پیش پای شما گل فشانده است. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 3 ژوئن 13 خرداد ماه، از استودیوی تلویزیون ایران فردا در لس آنجلس به شما سلام میکنم. برنامه دیروزمون با علیرضا مهبودی عزیزم بود. اولش یک تغییر اونجا بس که اشکال فنی توی استودیو پخش پیدا شده بود، با نیم ساعت تاخیر دیدید. البته در لوپای بعدی درست بود و به موقع تماشا کردید. برنامه خاصی بود، نشستیم با علیرضا و کلی حرفای در سینمانده را بیرون ریختیم. یکی از خبرهای خوبی که من در این 24 ساعت گذشته دنبال کردم تشکیل دولت فلسطین بود. به نظر من این یک پیروزی برای صلح خواهان هست. تا 2 ماه پیش 3 ماه پیش تصورش نمی کردیم که حماس کوتاه بیاد، اما حماس متوجه شد که کیسه های پولی که روی دامانش می گذاشتن آقای محمود زهار می رفت می گرفت تهران خبری نیست، باید بیاد نوکری سوریه رو بکنه تا 2 ریال بهش بدن. خب چه بهتره که با آغوش وطنش برگرده، ابو مازن و شانه هاشو ببوسه، مردی که برای صلح همه زندگیشو گذاشته. و اسرائیلی‌ها به جای اینکه خوشحال باشن، نمیدونم چرا ناراحتن از اینکه حماس تفنگشو میذاره زمین و نارنجکو میذاره و راه صلح و آشتی رو در پیش میگیره. این نشون دهنده اینه که آقای نتانیاهو دنبال صلح نیست. شما اگر صلح بخواید باید خوشحال باشید. حریفت رفته یه حریفه که اهل آشتی نبوده و دائم به دنبال کشتن و بمبگذاری و غیره بوده و انتحاری، آرومش کرده، آورده نشونه سر میز. به آقای اسماعیل هنی هم گفته آقا کراوات تو بزن، ریشت هم یه خود کوتاه‌تر بکن، باید برای صلح تلاش کرد. و به این ترتیب خب دیدیم فضا چقدر تغییر کرده در فلسطین و در منطقه. و آرزو میکنم این کابینه 17 وزیره که البته بعضی از چهره همون وزرای قبلی ابو مازن هستن، خیلی خوشحال شدم که این وزرا سابقه کار تروریستی ندارن، وابسته به حماس نیستن، تکنوکرات هایی هستن که میخوان کشورشون رو بسازن، استقلال فلسطین رو در معنای واقعیش تحقق بخشن. و براشون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم مردان صلح‌جو و زنان صلح‌جو در اسرائیل مثل آقای شیمون پرز، مثل خانم لونی، مثل آقای یوسی بلین، اینا توفیق پیدا بکنن. اون تندروها و مثل وزیر خارجهشون که واقعا نمیفهمم حرفاشو چی داره میگه و چی کار میخواد بکنه، امیدوارم اینا موفق بشن و صدای فقط آقای لیبرمن از اسرائیل نیاد، بلکه صدای شیمون پرز و خانم لونی و آقای یوسی بلین رو بشنویم.
ماجرای دیگری که باز به نظر من خیلی قابل تأمل بود و این داره به صورت یک چیز تکرار شدن، یعنی داره در تمام نظام‌های سلطنتی اتفاق می‌افته. پادشاه اسپانیا خوان کارلوس به نفع پسرش کنار می‌ره. این رو نخست وزیر اسپانیا دیروز اعلام کرد. یه نکته رو براتون بگم، این اتفاقی که در هلند افتاد، در بلژیک و قبلا در قطر افتاد که امیر قطر شیخ احمد به نفع پسرش رفت کنار، گویین که هنوز رشته دست امیر قطره و نظام قطر با اسپانیا فرق میکنه که یک دموکراسی پادشاهی هست، ولی به هر حال پایه‌ای گذاشته شد برای اینکه این پادشاهان یا رؤسای جمهوری مادام العمر اینا تا آخر عمر سربار ملتشون نباشن. آقای بوتفلیقه واقعا الان موقع استراحتش بود، ولی خب در این حال وضع الجزایر به گونه‌ای بود که همه وحشت داشتن اگر بوتفلیقه نیاد به میدون کشور دچار هرج و مرج و آشوب اسلامگرایان ناب انقلابی محمدی بن لادنی بشن. نکته‌ای به نظر من قابل تأمل هست، دوستی برای من میگفت، اشاره میکرد، میگفت، حکایتی رو برام گفت، گفت یک نفر در همین گورستان وست‌وود رفته بود اونجا، بانوی پیری 90 ساله، نوشم کنارش بود، بعد گفتش که عزیزم حالا که فاتحه خوندی برای پدر بزرگت، برو اون دورم اونجا یه خواننده دفنه، برو اونجا هم یک فاتحه بخون. و نوه برگشت گفت مادر بزرگ تو با این چشمای ضعیف چجوری میبینی اون گوره یک خواننده است؟ گفت مگه نمیبینی یه دستی با میکروفون از قبر اومده بیرون. و اشارش به این بود که بعضی از خوانندگان ما تو اون آخرین لحظه به خاطر نبود پشتوانه مالی، نبود زندگی، هیچگاه من یادم نمیره ما دیگه مثل ویگن کسی رو نداریم اون شأن و شخصیت و جایگاه، براش بزرگ داشتایی هم شد ولی چه فایده، در پایان زندگیش در موقع بیماری ویگن اون امکانات مالی رو نداشت و باید تو آخرین روز میخوند برای اینکه بتونه زندگیشو بگذره. حالا در سیاست قصه فرق میکنه، برای اینکه طرف سوار اسب قدرت، پول و امکانات و همه چی هم داره. ولی شما نگاه کنید در کشور ما بیماری به نام احمد جنتی که بیمار روانی، این آدم بیمار روانی مطلقه، در این سن و سال نشسته. چند سه چهار روز قبل یه نواری از یک فیلمی از یک آخوندی پخش کردم براتون که داشت در اوصاف مقام معظم رهبری سخن میگفت که بله آقای وحید خراسانی 92 سال است، آقای صافی گلپایگانی 100 سال، شنیدم اونای دیگه اینا به زور درس هم میگن، بی خود درس میگن، برن تو خونه بمیرن، برن تو خونه بشینن ساکت، حالا خمس و زکات میخوان بهشون خمس و زعم امام بدن بدن، ولی دیگه کاری به کار مردمشون، عقل اینا پاره سنگ برمیداره دیگه. اینا صافی گلپایگانی عقلی نداره اصلا، از اولش نداشت، چه به ساله که 90 سالشه. و متاسفانه جماعت آخون چون بیکارن، چون بیارن، چون هیچ مشکلی ندارن، عمرای درازم میکنن و ملت بدبخت باید هزینه عمر دراز اینا رو بپردازه. آقا به یه سنی که رسی خود بکش کنار، بشین با خود حساب بکن، بگو آقا جان من الان حافظم خوب کار نمیکنه، خوب را نمیرم، لغوه دارم، زیر دست منو میگیرن، سه نفر هنوز میلرزه که انگوش بزنم رو کامپیوتر، مثلا بگن صافی گلپایگانی کامپیوترم بلده، تا 100 سالگی میخوام بشینم سوار اسب قدرت. ولی چقدر قشنگه خوان کارلوس. الان در انگلستان با وجود که میگم ملکه رو خیلی دوست دارن و پرنس چارلز به خاطر مسائلی که با دیانا پیش اومد و جداییشون و مرگ دیانا از محبوبیتش بسیار کاسته شده، ولی خیلی الان صحبت میکنن که ملکه الان باید به نفع ویلیام نوش کنار بره، چون محبوبه و ملکه هم الان 60 سال سلطنت کرده دیگه، بسه. فکر میکنم هیچ پادشاهی در دنیا به اندازه ملکه الیزابت دوم از سلطنت و زندگیش لذت برده باشه، همیشه بهترین امکانات و زندگی رو داشته، محبوب بوده، ملتش بهش حرمت میذاشتن از زمان جنگ جهانی دوم.
از زمانی که پدرش پادشاه بود و بعد با درگذشت او الیزابت جوان به سلطنت رسید. ولی الان بهش دارن میگن خانم زمانش اینه که شما خودتون به نفع فرزندتون یا نوتون کنار برید. همیشه بقای یک آدم قدرت مدار در مسند قدرت برای زمان دراز فساد میاره. نخست وزیر انگلیس ها بهتر از خانم تاچر نداشتن، ولی این آخری ها تاچر تحمل هیچ انتقادی رو نداشت، نمیتونست همین بشار اسد رو بپذیری. میشل کیلو یک روشن فکر چپ سوریست، سالها در زندان بود و سلیم الحسن نخست وزیر لبنان، اول جورج بوش از بشار اسد خواست اون رو آزاد کنه، این به گوش میشل کیلو در زندان رسید و از اونجا پیغام داد بنده نمیخوام به وساطت آقای بوش بیام بیرون. ولی سلیم الحسن که نخست وزیر لبنان بود و یک چهره روشن فکر با شخصیته، او رفت پیش بشار و گفت باید آزادش کنی و بشار هم ملاحظه داشت از خوز میشل کیلو رو آزاد کرد. آدم فوق العاده جالبیه این آدم، الان در اپوزیسیون سوریه یکی از ستون هاست، یکی از آدم های حسابی و قابل احترام. داشت تعریف میکرد راجع به حافظ اسد و بشار و چجوری بشار رو آوردن به حکومت گذاشتن در حالی که هیچ لیاقتش نداشت. گفت طبق قوانین حزب بعث و قانون اساسی سوریه ریاست جمهوری حق عبدالحلیم خدام بود، چون معاون رئیس جمهوری بود و در غیاب رئیس جمهوری معاونش میشه رئیس جمهوری و بعد در یک زمان 6 ماهه یک ساله انتخابات برگزار میکنن و رئیس جمهوری جدید تعیین میشه. بنابراین تاکید او بر این بود که آقای بشار غیر قانونیه و گفت این رو عبدالحلیم خدام رسما گفته بود، بعد تهدیدش کردن و به زور و روزی هم که میخواست بیاد به خارج به بهانه معالجه رفت پیش بشار گفت آقا من دارم میرم 1 ماه حد اکثر 2 ماه. بشار گفت نه چرا 5 ماه نه 6 ماه بمون، چون میخواست شرش کم بشه. عبدالله احمر تمام این بعثیای قدیمی که مقامات حزب رو داشتن وادارشون به استعفا کرد و بعضیشون هم سر به نیست کرد. قاضی کنعان رئیس سازمان اطلاعات نظامی سوریه در لبنان بود، واقعا سلطنت میکرد، نخست وزیر تعیین میکرد، هویت رئیس جمهور رو تعیین میکرد. این آدم وقتی که بعد از قتل رفیق حریری، اولا با رفیق حریری خیلی دوست بود، بارها گفته بود اگه میدونستم توطئه قتل حریری در راهه به حریری اطلاع میدادم، یعنی تا این حد به حریری اعتقاد و علاقه داشت. اومد خب ایشون بود در اونجا، رستم غزالم دستیارش بود، بعد او رو خواستن به دمشق، رفت به دمشق و مقام وزارت کشورم بهش دادن. او هم یک طرح نوینی دیخت برای اینکه تحول ایجاد کنه سوریه را از یک حکومت بسته شبه کمونیستی از نظر سرکوب و غیره، خواست تبدیل بکنه به یک جامعه‌ای که تنوع احزاب توش هست، تعددیه به قول خودشون. خیلی هم روی این اصرار داشت. یه روز بشار اسد به زنگ میزنه، آقای قاضی کنعان تیمسار چیکار داری میکنی؟ یه چی؟ دارم تو رو نجات میدم، دارم کشور از روبرو شدن با یه بحران نجات میدم، دیر یا زود مردم اینجا منفجر میشن، میزان فساد، میزان دزدی، آدمکشی غیر قابل تحمله. بعد بشار بهش میگه خیلی جوش نزن چون زیادی داری تون میری. او باز متوجه این حرف نشد و گفتم گفته بود که اگر من میدونستم رژیم سوریه طرح قتل حریری رو ریخته من به حریری خبر میدم. بر رو قاضی کنعان وقتی که کاملا دیگه آشکار بود رژیم سوریه با کمک سپاه قدس و حزب الشیطان حسن نصرالله
اومده و حریری رو به قتل رسونده، قاضی کنعان صدای اعتراضشو بلند کرد و پاشود رفت با چند نفر از ژنرال ها با همه صحبت کرد برای اینکه بلند شد. آقای آصف شوکت، شوهر خواهر بشار اسد که رئیس سازمان اطلاعات بود و یک سال و نیم پیش وقتی مقر وزارت دفاع منفجر شد، اونم مثل چند تا افسر دیگه به قتل رسید. آصف شوکت میره به قاضی کنعان میگه تو بیشتر از دهانت داری حرف میزنی، و میشل کیلو نقل میکرد از یکی دو تا از آدمهای برجسته و سرشناس در حزب بعث و در دستگاه امنیتی بشار اسد و تاکید داشت و میگفت برنامه‌ای که برای قتل‌ها ریخته بودن به این سخیلی راحت گفتن حالا حریری پشتبندش جورج هاوی دبیر کل سابق حزب کمونیست سوریه، یک مرد انسان، حکیم، خردمند، باسواد، روشنفکر. بعد سمیر قصیر، نازنین نویسنده برجسته فلسطینی لبنانی که همسرش خانم ژیزل خوری از برجسته ترین گویندگان تلویزیونی است که در العربی و بی بی سی عربی هست، و بعد از اون نوبت جبران توینیه. جبران توینی پسر غسان توینی، سردبیر روزنامه النهار، یکی از چهرهای برجسته لبنان که در مجلس هم یه مده انتخاب شد، حرفش بسیار اعتبار داشت. هیچ، این ستا هم بلافاصله بعد از حریری به قتل رسیدن و قاضی کنعان هم گفتن خودکشی کرده، منتها کسی که خودکشی کرده و 5 تا گلوله به خودش زده، به مغزش، یعنی 5 تا گلوله نفر به خودش بزنه میشه خودکشی. از اون خودکشی هم مثل سعید امامی هم از این خودکشی ها بود، از این دست بود. به هر روی آقای میشل کیلو تعریف میکرد، میگفت بشار اسد 1000 درجه از پدرش بدتره. آدمی است که یک کلمه حرف مخالف حاضر نیست گوش بده، خیلی سبع و درنده است و میکشه، به راحتی میکشه، و همون جور که برجسته ترین چهرهای فرهنگی و سیاسی و علمی و ادبی لبنان رو به قتل رسوند در کنار رفیق حریری. حالا اینو من در واقع بعد اول میگفتم، میخواستم یه سری صحبتامو بکنم بعد برم. عجب طوفانی بود تهران، این چی بود؟ اصلا من باورم نمیشه همچین طوفانی در تهران باشه. یعنی گفتن آقا اصلا یه چیز عجیب غریب، حالا این طوفان برای چی اومده نمیدونم. گفت الان خدمت رو عرض میکنم، گفتش که ما همه چیمون باید فرق بکنه با دیگران، طوفانمون هم باید فرق بکنه که 5 تا کشته به جا گذاشته بود. و بله اینجا میخوندم که بله 5 تا کشته، 30 نفر مجروح، خیلی تلخه، خیلی دردناکه، و امیدوارم که آسیب کمتری به خانواده ها وارد شده باشه و دولت نالایق هم بتونه حداقل با پیامدهای این طوفان برخورد بکنه و یک جوری مردمی که خسارت دیدن تیمارشون کنه. گاهی اوقات میبینم حسرت میخورم، یه حادثه اتفاق میفته در بعضی از کشورها، مشاهده میکنی چجوری دولت پا میشه میره کار. برای من داشت محسن خاتمی تعریف میکرد که وقتی در رامسر سیل آمده بود و محمد رضا شاه رفته بود بازدید کنه، پدر محسن خاتمی فرماندار بود، میگفت پدر از صبح شلوارشو بالا زد و رفت قاطی مردم، سیلاب و جلوشو سیلشون بگیرن و کمک کنن، و بنابراین مسئولیت داشتن برای خودشون. مسئولان مملکتی اگر اتفاق میافتاد حاضر بودن. حالا چون تلفی رو که گذاشتن این کاره نیست، شاگرد سوهان فروش بوده شما اومده شده فرماندار، یه نگاهی چشمی بندازید به اسامی استاندارا و فرمانداراتون. بله برق در بعضی نقاط پایتخت قطع شده بوده که 40 درخت در نقاط پرترافیک سقوط کرده. خب خیلی ماجرا شدید بود و امیدوارم که
آثارش اینطور که میگن انقدر مخرب و دردناک نبود. به هر روی بله، داستان پادشاه اسپانیا رو گفتم، این نکته یادم رفت بهش اشاره کنم. زمانی که فرانکو اومد و جنگای داخلی شد و فرانکو با حزب فالانجش و با فاشیستا قدرت رو به دست گرفت و حالا در زمان جنگ خب با موسولینی جنگیدن، ولی حالا فرانکو با فالانجاش که البته یه اسم بدی تو ایران بعد از انقلاب به اوباش خیابانی که مردم میزدن میگفتن فالانج، ولی فالانج یه حزبه، کتائب در لبنان فالانجا هستن که آقای جمیل رهبرش. در اسپانیا فرانکو بود. تمام آزادی خواهان جهان اسپانیا براشون قابل تحمل بود. یادم زندیات دکتر بختیار برام میگفت که در جوانی پاشده رفته داوطلب در اسپانیا علیه فاشیسم فرانکویی بجنگه. این طرف لیبرال ها و کمونیست ها بودن. به هر حال فرانکو به بهانه سلطه یافتن بر کمونیست ها انقلابشون رو در هم شکست و قدرت رو در اسپانیا برقرار کرد. با پادشاه برکنار شده و پسر او خوب نبود، اما با پسر ولیعت در واقع که همین خوان کارلوس بود مشکلی نداشت. اونو اوورد زیر نظر خودش تربیت کرد و همیشه هم میگفت که آقای جنرالیس فرانکو همیشه میگفت که بعد از او نوبت به خوان کارلوس خواهد رسید. بعد از درگذشت فرانکو نه کشور از هم پاشید، نه اقتصاد داغون شد، نه توریسم وضعش به هم خورد. خوان کارلوس به پادشاهی انتخاب شد و پروسه دموکراسی خیلی سریع به انجام رسید، به نتیجه رسید و موفق شد آقای خوان کارلوس کشورش رو به عنوان یک کشور دموکراتیک با نظام پادشاهی مشروطه در دل اروپا به عنوان یکی از شرکای بزرگ این جامعه جدید اروپا در صد قرار بده. و امروز هم که میگه میرم، مطمئن باشید پسری تربیت کرده که مثل او به دموکراسی حرمت خواهد گذاشت. در حال خیلی برای من جالب بود که دیدم پادشاه اسپانیا چنین کاری کرد. خیلی ها در داخل و خارج کشور در میان جامعه بین‌المللی از اعدام بیرحمانه و ناجوانمردانه، حالا اعدام که بیرحمانه هست، غلامرضا خسروی ابراز انزجار کردن. عفو بین‌الملل اطلاعیه تندی داده بیرون و همینطور سازمان های دیگر جهانی که از آقای خامنه‌ای خواسته بودن خسروی رو اعدام نکن. همین هفته پیش بود که یک خسروی دیگر، مهافرید امیر خسروی رو اعدام کردن به جرم رشوه دادن. رژیم اصلا کل این رژیم رو که نگاه بکنی یا راشیه یا مرتشی، فرق نمی کنی، یا میده یا میگیره. و امیر خسروی هم گناهی نداشت، وام گرفته بود از بانک، شرکت تولید کرده بود، کار ایجاد کرده بود، کارآفرین بود. متاسفانه او رو که اعدام کردن مثل این که این آتش رژیم برای آشامیدن خون شفا پیدا نکرد. اینه که اومدن غلامرضا خسروی رو کشتن. 5 سال این در قبل زندان بود. در سال 86 در رفسنجان بازداشت شد. ادعاشون هم بود که به مجاهدین کمک مالی میکرده. حالا احتمالاً یه صرافی بوده، ایشون رفته مثلا $1,000 کار کرده، جمع کرده برای تلویزیون مجاهدین فرستاده. ولی اومدن اول 3 سال حبس تعزیری بهش دادن، 3 سال تعلیقی، بعد در سال 88 بعد از جنبش سبز اووردنش تهران و بعد از اونم گفتن بله ایشون در زندانم خلاصه سرش با اون ور بوده، اعدامش کردن. رژیم های مثل رژیم جمهوری اسلامی حقیقتا اینها نشون میدن که برای بقای خودشون از کشتار همه مردمشون هم دریغ ندارن. بشار رو نگاه کنید، یک بیسکویت فروش بود، یه بچه سوری، یه جعبه بیسکویت میذاشت جلوش و تو خیابونا دوره گرد بود برای خانوادش نانی تهیه کنه برای مادر و خواهر برادرش.
آقای بشار که هواپیماهاش از بالا بشکه‌های پر از باروت و مواد منفجره و بنزین بر سر مردم می‌ریزه، این آقا آمدن و دستور بمباران اون منطقه رو دادن که میدونستن این منطقه منطقه جنگی نیست، و این پسرک کوچولوی بیسکویت فروش به قتل رسید. همه شهر براش گریه میکردن. البته دیکتاتور آدمکش گریه نمیکنه. و الان نگاه میکنم در مطبوعات جمهوری اسلامی، سایت ها، رسانه ها، رادیو تلویزیون چه حنجره‌ای پاره میکنن برای انتخابات سوریه. کدوم انتخابات؟ طرف تو 40% از کشورش بیشتر سلطه نداره. 7-8 میلیون سوری آوارن، کی میخواد به اون رأی بده؟ ولی جمهوری اسلامی و حماسه انتخابات سوریه. بچه سوسکی از دیوار میرفت بالا، مادرش میگه قربون دست و پای بلورید برم. حالا آقای خامنه‌ای هم قربون دست و پای بلوری بشار میره. مثل همدیگه دیگه، تفاوتی با هم نداره. خب یه درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم و صحبتامون رو ادامه میدیم. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. گاهی اوقات فکر میکنم روزی که اومدم اینجا من راجب فساد دستگاه نفتی براتون گفتم و بعد راجب قرارداد کرسنت گفتم، از این ور از اون ور نیش و نوشای بله آقا قرارداد مال عربا بود، به ضرر ما بود، 18 میلیارد دلار محکوم شدیم. تازه ما فکر می‌کردیم 6 میلیارد دلار محکوم میشیم، 18 میلیارد دلار. و نازنین آدم عباس یزدانی جانش رو سر این کار داد. این قرارداد سر تا پاش به نفع ملت ایران بود، سر تا پاش به نفع ما بود. همین آقای زنگنه دنبالش بود و قرارداد درستی بود به جهت اینکه گاز رو به مبلغ ارزونتر از بازار میفروختیم، ولی چون قرارداد طولانی بود و سال به سال بر قیمت گاز افزوده میشد، تا امروز ما 15 میلیارد دلار گاز فروخته بودیم به امارات. ضمن اینکه اون منطقه استخراج گاز عملا در حوزه حاکمیت ما درمد تا حدود بیشتری، تا مرزهای دریاییش که میرفت تو آبهای امارات. دوم، خانه های امارات ابوظبی به خصوص با گاز ایران روشن میشد. چه موقعیت خاصی برای ما ایجاد میکرد. ما همون زمانی که شاه اومد گازی رو که همینجوری میسوخت به روسا داد و جاش زباهن رو گرفت، این خدمت بزرگ رو نباید از یاد ببریم. کار کرسنت هم همین بود. این آقای جعفر که مدیر عراقی این شرکت است و فرزندانش، اینا زمان شاه هم با ایران کاری میکردن، یه بار از خط قرمز خارج شدن، رفتن با ابوظبی قرارداد بستن، اومدن نزدیک آبهای ایران در ابو موسا. نیروی دریایی ایران دو بار رفت اخطار داد، دفعه سوم رفت تمام کاسه گوزشون رو به هم ریختش. قدرت داشتیم، اقتدار داشتیم، حرفمون خریدار داشت، مثل حالا نبود. حالا ببینید یه قراردادی که به نفع ما بود دزدا اومدن کنسل کن. چیکار شد قضیه؟ اول گروه واسطه اومده بودن که آقا 60 میلیون دلار به ما بدید. اینا هم میگفتن 60 میلیون دلار زیاده. مطابق قوانین بین المللی طبیعتاً یه قراردادی که بسته میشه یه کمیسیون اونجا رد و بدل میشه. حالا گاهی اوقات این کمیسیون بین شرکت واسطه و اون شرکت اصلی، یا بین مسئولان اون مملکت و اون شرکت اصلی، البته کار خطاییه ولی وجود داره، حقیقتی است در معاملات به خصوص در کشورهای جهان سوم مثل ایران وجود داره. حالا وسط این ماجرا آقای احمدی نژاد گفت چرا ما نگیریم، چرا بره گروه رقیب، پس ما بریم جلو. اومدن آقای کردان رو فرستادن توی بازی. مرحوم کردان که ناکامم شد، پاشو رفت، به ظاهر چنین پریتند کرد، چنین نشون داد که نماینده گروه دیگری نیست، بلکه اومده اونجا به عنوان نماینده ویژه بیاد بازرسی کنه و تشخیص بده که کار چجوریه.
مطابق گفته های مدیران شرکت که در دادگاه بین‌المللی هست، آقای کردان اومده گفته 75 میلیون دلار به ما بدید، ما کلک کارو میکنیم، قرار دادم بهتون میدیم 20 ساله 75 میلیون دلار بدید. یه مجموعه هم بودن، یعنی کردان بود، محسنی اژه‌ای بود، از جانب آقای احمدی نژاد محصولی بود، رستم قاسمی دوز سر دوز گردنه معروف او بود، این وزیر نفت اسبق بود که الان میرکاظمی که در مجلسه، اینا همه یه سهمی برای خود در نظر گرفته بودن، 10 میلیون دلار، 7 میلیون دلار، 5 میلیون دلار. و چون شرکت گفت آقا قبلیه شما کم تمتر بود، 60 میلیون دلار میخواست، من به اون ندادم، حالا به شما بدم، قرارداد رو لغو کردم. آقای نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن و تجارت چه میگوید؟ میگوید آقا جان 18 میلیارد دلار محکوم شد، باید بدیم. آش نخورده و دهن سوخته میگوید که آقا جان نه تنها ایران آیدی از فروش گازش به امارات نداشته، بلکه حالا 18 میلیارد دلار هم جریمه باید بپردازه. و فعلا متاسفانه حکم علیه ما صادر شده و این تافته های جدا بافته که در کشور ما حکومت میکنن فعلا این بلا رو به سرمون و خودم. وقتی میبینه که میگویند آقای احمدی نژاد میخواد برای دوره بعدی نامزد ریاست جمهوری بشه، یعنی یه مجموعه دزد دوباره میخوان بیان وسط، حالا گو این که اخویشون گفته بودن بله آقا داداش من دیگه با اسفندیار رحیم مشایی رابطه نداره، دیگه با هم دیگه به هم زدن و خلاصه خیلی با هم خوب نیستن، نگران نباشید. یک اظهار نظری هم این آقای علیرضا زاکانی کرده، عضو شورای عضو کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی، گفته که جناب مقام معظم رهبری بیش از 10 جنرال روسی اونم در زمینه توسعه فعالیت‌های موشکی تخصص داره. آدم چی بگه؟ به مناسبت ربع قرن آقای خامنه‌ای سوار اسبه، گفته که بله آقای خامنه‌ای به گفته حسن تهرانی مقدم از فرماندهان سپاه انقدر اطلاعات موشکی داره که ایشون حس کرده 10 تا جنرال روس هم اطلاعاتشون به پای سید علی آقا نمیرسه. برای همین دیگه اون آخوندم اومد گفت ایشون رهبر، اونای دیگه نمیتونن حتی درس بدن، ایشون میاد سان میبینه و اینجور خلاصه وسط کار هستن و در همه امور هم تخصص دارن. و اسباب تأسف آدم گاهی اوقات میبینه که چطور این آقای خامنه ای رو دارن با این توصیف و حرفا خرابش میکنه. دیگه خامنه ای رو در واقع تبدیلش کردن به خدا. آقا جان یه آقای روحانی به تانک و موشک چی کار داره؟ البته خب یه موشک نوع دیگه هست که ایشون تخصص دارن توش. باری یک خبر دیگری بود که باید بهش حتما بپردازم، اونم دیدار امیر کویت از ایران بود. شیخ زبال احمد امیر کویت 30 سال وزیر خارجه کشورش بود، بعد نخست وزیر شد، بعد به ولایت عهدی رسید و یعنی در واقع ولیعت هم نبود، ولیعت شیخ سعد بود. وقتی امیر قبلی درگذشت، شیخ سعد چون بیمار بود نمیتونست، وزیر بهداری اعلام کرد که ایشون قابلیت قدرت حکومت رو نداره. اون پس پردم خانومش و پسرش اومدن 150 میلیون دلار گرفتن. رئیس مجلس هم آقای خرافی رئیس پارلمان، وقتی اینا تقاضا کردن مجلس تشکیل بشه که ولیعت بیاد سوگند یاد کنه، مجلس رو تشکیل نداد. در نشه شیخ سعدی که محبوبم بود بین مردم نتونست بیاد و سبال احمد خردمندترین فرد خاندان آل سبا اومد و امیر شد. شیخ سبال احمد از آغاز انقلاب با ایران در یک ارتباط خاص بود. به چه معنا؟ ایشون اولین وزیر خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس بود که برای مبارکگویی به آقای خمینی به ایران آمد.
آقای خمینی کینه ای از کویت به دل داشت، به خاطر اینکه وقتی رفته بود لب مرز کویت راش نرده بود. براتون شاید یه بار گفتم شیخ سعد اومد به اتفاق صادق قطب‌زاده، آقای خمینی هم در قم بود. ما هم روزنامه نگارا 3-4 نفر، من از اطلاعات بودم و کیهان و دوستای دیگه، که برای دیدن در واقع دیدار آقایون بریم. بعد گفتن نه، امام خمینی گفته نه و هیچکی نباید بیاد و ایشون حرفای خاصی دارن با شیخ سعد. بعدها شیخ سعد در یک گفتگو به این اشاره کرد و فکر میکنم احمد جارالله مدیر و سردبیر از سیاسه اونم نوشت. شیخ سعد که میدیدن آقای خمینی قطب‌زاده خیلی سعی میکنه با احترام و با ابهت و هم حرفای آقای خمینی رو میخواد ترجمه کنه، هم حرفای شیخ سعد رو که میگه من آمدم خدمت شما، پیروزی رو پیروزی رو با شما در شادی شریک هستیم و تبریک میگیم و غیره. و صادق قطب‌زاده با کویتی ها رابطه خوبی داشت، نمونه این که یکی از سفرهای خارجیش هم به کویت بود که همونجا مورد سوء قصد عوامل بعثی عراق قرار گرفت و متاسفانه در این حادثه استاد بزرگوار آقای سبت که از دیپلمات‌های ایرانی بودن، از دیپلمات‌هایی که زبان عربی رو به خوبی مسلط بودن، ایشون آسیب دید که پاش دچار مشکلاتی شد که هنوز هم آثار اون سوء قصد با ایشون است. به هر حال قطب‌زاده شروع کرد و حرفای وزیر خارجه کویت همین شیخ سعد رو بازگو کرد. آقای خمینی سرش پایین بود، هیچ محل نداشت، هیچ، انگار نه انگار یه آدم اونجا نشست. بعدم یه دفعه بلند شد گفت وقت صلات، از در رفت بیرون. این بیچاره قطب‌زاده از قم تا تهران تلاش میکرد از دل شیخ سعد دراره که این آقا قصدی نداره، اصلا این اینجوریه دیگه، حالا پیر مرد آخونده، موقع نمازم خواستی بره نماز بخونه. این سابقه رو شیخ سعد با رژیم داره. بعدن هم در مقام نخست وزیر و بعد امیر کویت در کنفرانس کشورهای اسلامی و همینطور کشورهای غیر متعهد شرکت کرد، اما این اولین بار بود که به عنوان امیر کویت در یک دیدار رسمی، نه برای شرکت در یک اجلاس، به دعوت آقای روحانی به تهران سفر کرد. از روز اولی که آقای روحانی انتخاب شد بحث این بود که اولین سفر خارجی روحانی به عربستان خواهد بود و اولین مهمان او امیر کویت خواهد بود. موقع میگم در مملکت ما کارا چجوری انجام میشه، یک سال الان گذشته تازه امیر کویت اومد، هنوز نه آقای روحانی رفته عربستان نه وزیر خارجش، و آقای ظریف هم اخیراً یکی دو روز پیش گفته بود قصد سفر به عربستان ندارم، علی رغم اینکه سعود الفیصل گفت از ایشون دعوت میکنیم. به هر حال امیر کویت در رأس یک هیئت بزرگ به تهران اومد. خیلی رسمی آقای روحانی از ایشون استقبال کردن و حتما فیلماش هم داریم برای شما پخش میکنن، و مذاکراتی داشتن، قراردادهایی با هم امضا کردن، پروتکل همکاری‌های مشترک در زمینه‌های نفت، تجارت، بازرگانی، غیره و غیره. ما یک قرارداد نیمچه امنیتی هم با کویت داریم، مال زمان آقای خاتمی است، که دو کشور در رابطه با مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در واقع اقامت غیر مجاز شهروندان یک دیگر، راجع به همین مسائل با هم همکاری کنه. این بار هم یه سری پروتکل امضا کردن در گستره‌های تجاری، اقتصادی، نفتی، بازرگانی و غیره. دیدار امیر کویت با آقای خامنه‌ای اما قابل توجه، دیداری که در اون آقای روحانی بود، وزیر خارجش بود، وزیر خارجه آقای خامنه‌ای علی اکبر ولایتی هم بود، محمدی گلپایگانی هم بود، و از کویت هم یه عده دیگه، احمد الفهد رئیس دفتر امیر و چند تن از وزرا حضور داشت. آقای خامنه‌ای رفت بالا منبر، بله این کشورهای خلاصه خلیج فارس بترسن از آثار ادامه وضع در سوریه، تروریست‌ها سراغ اونا هم خواهند اومد.
یکی باید اونجا با آقای خامنه‌ای میگفت اول تروریست اون بشار اسد عزیزتونه، اون آدمکش جنایتکاری که 160-170,000 نفر از مردمشو کشته، 200,000 نفر زندانی، 300,000 نفر مفقود، 7-8 میلیون نفر آواره. چی دیگه از سوریه موند؟ 70% کشور نابود شده و اینا از برکات حمایت رژیم روسیه و جمهوری ولایت فقیه از این آغاز، از این تحفه و آغازد. به هر حال دیدار امیر کویت دیدار مهمی است. در این دیدار ایشون علاوه بر روابط دو جانبه، هم راجب سوریه صحبت کرده و هم راجب عربستان، که ایران عربستان سعودی باید در رابطه شون تجدید نظر کنن. و امیر کویت گفته او آمادگی رو داره به عنوان یک میانجی در هر عرصه خلاصه کمک کنه به دو کشور که به برطرف شدن سوء تفاهمات کمک بکنه. اینم از ایشون. در لیبی سرتیپ خلیفه حفتر روز به روز به نظر من اعتبارش نزد مردم بالاتر میره. دیروز هواپیماهاش محل استقرار نیروهای اسلام ناب انقلابی محمدی بن لادنی رو بمباران کردن در بنغازی و او گفته که این جنگ ما با تروریست ها 2-3 ماه طول میکشه، ولی مطمئن باشید که تروریست ها رو در سرزمین لیبی باقی نخواهیم گذاشت. ژنرال هفتر یک گفتگوی کرده بود با یک رادیوی هلندی روز دوشنبه، گفته بود که برای جنگ بزرگ علیه تروریستا برنامه‌ریزی داره میکنه و واحدهای ارتشی همه به او وفادارن. ما آماده میشویم برای جنگ تاریخیمون با تروریستا در گروه‌های مختلفی که وقتی هم نگاه میکنیم نصفشون هم با اخوان المسلمینن. سازمان عفو بین‌المللی هم گزارشی که منتشر کرده بسیار دردناک و تلخه، گفته که حکومت رژیم جمهوری اسلامی سرکوب بیرحمانه علیه دانشجویان و دانشگاهیان را در 3 دهه اخیر دنبال کرده و بیشتر کرده. عفو بین‌الملل میگه مقامات ایران به طور سیستماتیک و منظم دانشجویان و دانشگاهیان را به خاطر عقایدشان و یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان بازداشت و شکنجه میکنند یا از تحصیل محرومشون میکنه. و خیلی خوشحال شدم حداقل سازمان عفو بین‌الملل به این موضوع حساس توجه داره، چون در ایران مسئله آموزش پرورش و مسئله دانشگاه وضع بسیار خطرناکی رو پیدا کرده. دوستی به من میگفت که الان تو دانشگاه ها با هجومی که دانشجویان بسیجی ریختن، تو هر کلاس که شما میری تعداد اکثریت با دانشجویان بسیجی و آقازاده ها و عوامل اینان. خب بسیار تلخ و دردناکه که به نظر من یه همچه اتفاقی در سرزمین ما داره میفته. خب اینم از برکات به قول معروف برکات رژیم جمهوری جهل و جور و فساد است. رژیمی که یک، من همیشه میگم این رژیم یک ذره مهر به مردم ایران نداره، یک ذره مهر. خبر دیگری هم دیدم که درآمدهای پرسپولیس و استقلال به حسابهای غیر قانونی ریخته شده. ها معلوم شد خمس و سهم امامو ندادن. اینا رو حتما باید یادمون باشه. اونایی که میدن کاریشون ندارن، ولی وقتی که ندی سرنوشت مهافرید خسروی برات پیدا میشه. آقای زنجانی، بابک زنجانی، ایشون داده بودن یه مقداری. به همین دلیلم آقای محسنی ایجهی بهش گفته 400 میلیون دلار دیگه هم بدی من کاری ندارم، آزادت میکنم. بله، سه وکیل مجلس هم از وزیر نفت سابق شکایت کردن و اینا گفتن این وزیر با تولید بنزین توی کمپانی‌های پتروشیمی اینا باعث شدن که مردم سور و کاتالیست‌های شیمیایی و سرطانزا به سینه مردم ریخته بشه. من نمیدونم به کی باید شکایت کرد، از این رژیمی که ذره‌ای برای مردمش اعتبار و ارزش قائل نیست، رژیمی که مردم براش اصلا ارزشی ندارن،
من نگاه میکنم میبینم یه روزخونی که قبل از انقلاب حالا 5 تومن 10 تومن میگرفت رو منبر میرفت، امروز به عنوان میلیاردر، میلیاردر تو اون مملکت و دادستان کل نشسته، یه آدم بی سواد که یه زندانی رو وادار کرده جاش امتحان داده دیپلم گرفته که بعد اون بتونه اجتهادش رو بذاره فوق لیسانس و با مدرک فوق لیسانس در قوه قضایی مشغول به کار بشه. خیلی درده که اون وقت در این عدالت، در این داد، با این دادستان، با اون رئیس قوه قضایی، قاضی قسم میخوره که حکم اعدام غلام رضا خسروی درست نیست و حکمش اعدام نیست، بعد او رو اعدام میکنه. به هر حال بسیار تلخ و دردناکه و آرزوی من فقط این است که این بساط ننگاور، این اوضاع نابسامان، آنچه که مردم ما رو در این روزها به حالتی انداخته که نگاه میکنی یأس و نگرانی از فردا در همه چهره ها پره، این اوضاع به همت خود شما پایان خواهد گرفت. و همیشه تو گوش شما میخوندن اون قبل از انقلاب که ارزشی برای این آدمای اهل دین قائم بودیم، الیس صبحون به قریب، دائمی نمیگفتن صبح نزدیک است، ولی حقا صبح نزدیک است. در خبرها یک خبری دیدم، اونم باز برای من قابل تأمل بود، در رابطه با همین اوضاعی که زندانیان دارن و اوضاعی که قوه قضاییه داره. زینب جلالیان یک زندانی کرده و یک چشمش رو در زندان از دست داده و تنها دریچه نگاهی که به جهان دارد این یک چشمش هر روز کم سوتر میشه و چشم دومش هم داره از دست میده. زن جوانی که در 1361 به دنیا آمد، 32 سالشه و 7 سال در زندان کرمانشاه است، حق هیچ گونه ملاقاتی هم با خانوادش نداشته. قبلا به اعدام محکوم شده بوده، بعد به حبس ابد و امروز میگن اتهامش عضویت و فعالیت در گروه پژواک است. شما ببینید تعارض‌ها و تناقض‌ها در رژیم جمهوری اسلامی تا کجاست. پژواک ازش استفاده میکنن، عاملشون میشه، موقعی که بخوان پژواک رو به صحنه میارن که دو تا به سوی دو تا پاسدار تیر بزنه و اونا بهانه بکنن پاشن برن کردا رو بزنن. پژواک تو دست وزارت اطلاعات و سپاه قدس بازی میکنه، آقای قاسم سلیمانی میره براشون صحبت میکنه، بعد یک بانوی رو که متهم شده وابسته به پژواک به اعدام محکوم میکنن، بعد حبس ابد، بعد 8 سال زندان و چشمش هم از دست میده چون به دادش نمیرسن. روایات زندانیان آزاد شده از زندانهای جمهوری ولایت فقیه رو میخونید، یه نکته بسیار قابل تأمله. این نکته دو سوال رو ایجاد میکنه، یکی این که وقتی اینا رو به شدت شکنجه میدن میبرنشون پیش دکتر که اینها رو جراحتشون رو پانسمان بکنن برای اینکه آماده بشن برای شکنجه فردا و پس فردا. اون دکتری که این کار رو میکنه میدونه داره چی کار میکنه. اون دکتر قانونن باید مطابق وجدانش، مطابق قسمی که خورده، بیاد اعلام بکنه بگه نه این حاضر به چیز نیست، این نمیتونه، دوباره نمیتونه اینو شکنجه بدین، این پاهاش متورمه، اگه شلاق روی این پا بزنید عفونت میکنه. و من میخونم تو این کتابا که پای این بچه ها چجوری بوده. این یه سوال. سوال دومی که مطرح میشه، اون آدمی که به عنوان بازجو اونجا نشسته، بازجو دیگه، داره بازجویی میکنه، اگر ذره مقوله‌ای به نام دین رو باور داشته باشه، اندکی وجدان انسانی، وجدان طبیعی انسانی توش باشه، بالاخره یه وجدان طبیعی است که آدم میبینه یک پرنده یه گوش افتاده داره جان میکنه ناراحت میشه، یه سگی رو میبینه زخمیه ناراحت میشه، وقت چطور میتونه یک انسان رو در اون کتاب میهمان حاج آقا آقای بهبهانی نقل میکنه که
طرف میمد میشست، دست و پای منو بسته بود. حالا یه مرد محترم، یک متخصص پزشکی، میگه منو دست و پامو میبست، میشست بالای سرم، شلاقو میبرد بالا و میگفت یا فاطمه زهرا قبول، و میزد. آیا او واقعا به فاطمه زهرا اعتقاد داره؟ I doubt it. من باورم نمیشه. اعتقاد دارم او اصلا به دینی اعتقاد نداره، به اخلاقی اعتقاد نداره، به آیینی اعتقاد نداره، به انسانیت اعتقاد نداره. و این جانور اون وقت مسئول بازجویی یک زندانی میشه. باز یکی دیگه برای من تعریف میکرد، میگفت حسین بازجو نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان و مدیر مؤسسه کیهان، زمانی که در وزارت اطلاعات بازجویی میکرد، یکی از کارهایی که دوست داشت و همیشه میگفت، وقتی با زندانی مهاجم میکرد و شکست میخورد و میدید نمیتونه زندانی رو قانع کنه، اشاره میکردن زندانی رو شلاق میزدن و این میشست و با سر بلند میگرفت و میگفت خب حالا قانع شدی، و لذت میبرد. با این بیماران جنون زده چه باید کرد؟ به هر حال حکایت دردناک و غریبی است که همچنان ادامه داره. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.